سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 آمارش اعلام شد. نکات بسیار قابل توجهی همین سرشماری داشته است و نظر کارشناسان زیادی رو در داخل و خارج از ایران جلب کرده است. نتایج اون در این قسمت ما به بحث بالا رفتن شاخص امید در میان مردم در ایران میپردازیم که بر اساس این آمار از سال 80 تا 90 در مردان یک سال به امید زندگیشون اضافه شده و در زنان دو سال بر اساس این آمار جدید که جای بحث هم داره. قسمتی از صحبت‌های عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران رو در همین خصوص بشنویم. در 85 امید به زندگی مردان 71.1 سال بوده، این بر حسب سال هست، و در بانوان 73.1. همواره بانوان در تمام کشورها هست، در ایران هم هست، امید به زندگیشون بالاتره. خوشبختانه در ایران میبینید که امید به زندگی جمعیتی کشورمون در سال 90 نسبت به سال 85 خیلی خوب شده. هم مردان افزایش داشتن یک سال، یعنی از 71.1 به 72.1 رسیدن، هم بانوان کشورمون از 73.1 به 74.6، یعنی 1.5 سال افزایش نشون میده و این واقعا یکی از شاخصهای بسیار خوشحال کننده است برای کشور ما. نشون میده نوع برنامه‌ریزی ها و سیاست هایی که نظام برای رفاه جامعه، برای مردم کشورمون داشته، به بار نشسته. طبیعتا اصلا نوع خدماتی که کشور و نظام الان به جامعه داره میده یا در 5 سال اخیر داده نسبت به قاعدتا 5 سال و 10 سال اخیر قبلش خیلی بیشتره. بله، لیلی پورزند، حقوقدان و متخصص خشونت علیه زنان، با درود به شما. صحبت‌های رئیس آمار ایران در مورد افزایش شاخص امید در جامعه رو شنیدیم و دیدیم. قبل از اینکه تحلیل شما رو در مورد این داشته باشیم، نسبت به نکات مهمی که در بررسی میزان شاخص امید در جامعه هست سوال دارم ازت لیلی جان. با سلام به شما و همه بینندگان عزیزتون. بله، مسئله امید و یا هر شاخص دیگری که در علوم انسانی به صورت آماری بررسی میشه باید به صورت علمی باهاش برخورد کرد. به این معنی که اگر ما شاخص امید رو از یک دستاورد آماری میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، باید در یک روند علمی علوم انسانی در واقع زیر مجموعه های این امید رو نگاه کرده باشیم. به طور مثال، مثلا یکی از مهمترین شاخص هایی که میتونه امید رو در یک جامعه بالا ببره یا پایین بیاره بر اساس علوم علم انسان شناسی یا علوم اجتماعی، مسئله کیفیت زندگی هست. شما در دو گزارش قبلیتون از وضعیت زنان ایران، یکی در مورد حجاب اجباری و یکی در مورد عدم امنیتشون در خیابان‌ها و اماکن عمومی صحبت کردین. پس بنابراین نتیجه که گرفته میشه این هستش که زندگی روزمره زنان ایرانی کیفیتش تغییر ماهوی نداشته. بنابراین چگونه میتوان فقط بر اساس اعداد ما قضاوت های علوم اجتماعیمون رو در واقع اعلام کنیم بدون اینکه هیچ گونه در واقع پایه و اساس علمی از نوع تحقیق آماریمون ارائه نداده باشه؟ بله، با توجه به اینکه البته ایشون نکات مهمی رو که در بررسی داشته اند برای این آمار عنوان نکردن، فقط گفتن که نشون میده اون قوانینی رو که به هر جهت نظام داشته است و برنامه‌ریزی‌هایی که داشته است بسیار موفق بوده. استفاده از اعداد و ارقام به هر جهت خانم پورزند اصولی رو میطلبه، مگه اینطور نیست؟ بله، ببینید، علم علوم در واقع علوم انسانی مثل علوم طبیعی در کشورهای غربی علم محسوب میشن. مسئله ایران، یکی از مسائل ایران هست این هست که علوم انسانی به عنوان علم محسوب نمیشن و برای همین و جدیدن هم خب حمله اساسی به علوم انسانی و در واقع پاکسازی علوم انسانی از دستاوردهای غربی و اسلامی تر کردنش مطرح شده که این کاملا با پایه‌های علمی علوم انسانی منافات داره. مسئله استفاده از اعداد و ارقام در علوم انسانی و علوم اجتماعی پیش زمینه صدها ساله داره، ولی نحوه استفاده این آمار در نتیجه‌گیری های علوم اجتماعی بسیار مهم هستش. اینجا وقتی که دانشجوی فوق لیسانس و یا دکترا میخواد یکی از رشته‌های علوم انسانی یا علوم اجتماعی رو بخونه، یکی از اولین پیش نیازهایی که لازم داره این هستش که آمار خونده باشه. دلیل اینکه آمار مهم هست این هستش که
پایه‌های علوم اجتماعی بر مبنای تحقیقات میدانی بنا شده. برای اینکه تحقیق میدانی انجام بشه باید این فرد متخصص علم آمار رو بلد باشه و نتایج در واقع عددیش رو بتونه تعریف کنه در دستاوردهای اجتماعی و علوم انسانیش. برای یک رابطه بسیار تنگاتنگی بین این اعداد، ارقام و دستاوردهای اجتماعی و نتایجی که ما باهاش سر و کار داریم وجود داره. با این نتایج هست که بعداً جوامع سیاستگزاران میتونن تصمیم بگیرن که چه نیازهایی این جامعه داره، چه سرویس‌هایی لازم داره، چه قوانینی باید عوض بشه. یعنی اینجور که یعنی به زبون دیگه این یک دایره‌ای هست که با عدد شروع میشه، با تحقیق ادامه پیدا میکنه، با نتیجه‌گیری آماری به قله میرسه و بعد این نتیجه‌گیری آماری باید دوباره برگرده به جامعه به صورت تغییر سرویس‌ها و خدمات. وقتی که این حلقه زنجیر قطع باشه، ما هیچ کدوم از این مراحل رو نمیتونیم به درستی طی کنیم و دوچار شعار و تبلیغ فقط میشیم که این هیچ سودی برای مردم اون جامعه نداره. بله، ممنون و سپاسگزار از شما خانم پورزن برای حضورتون در برنامه.